رشته چهارم در بیان زکات، از آن به زکات میرسد و آن در شرع بر چند چیز معین لازم میشود با وجود شرایط. زکات رو میدانیم که چیست، یک دهم از انعام قلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین که گفتن که در جای خود وجود دارد و در جای خود شما همه مستحضر هستید که چیست و چگونه خواهد بود. از قله های چهارگانه زکات دارد، انعام و چهار پایان سگانه، سه تا چهار پا، چهار تا قله و دو تا نقدین هست که همان نقره و طلاست. و نزد محققان بر هر چیزی زکاتی واجب است. خب شرع گفته که هر کس به حد نصاب رسید، از حد نیاز سالانه او رد شد، یک دهم اون رو بدهد. این رو آورده و گفته که محققان و دانشمندان علم عرفان معتقدند که همه چیزها زکات دارد، هیچ چیزی بدون زکات نیست، نصاب هم لازم ندارد، هر چه که دارید زکات دارد. کما قیل کل شیء له زکات تؤدا، هر چیزی که گفته شده است که هر چیزی برای او زکاتی است که ادا می شود، همه چیزها زکات دارد. و زکات الجمال رحمت مثلی، و خداوند فرمود که همه چیز زکات دارد و زکات جمال من چیست؟ خدا می گوید من زیبا هستم، جمال، جمیلم، و زکات جمال هم و جمیلیت هم زکات دارد. زکات آن چیست؟ رحمت مثلی، زکات جمال من، زکات زیبایی خداوند رحمت است به دیگران. رحمتی که خداوند می آورد در حقیقت جمال و زکات جمال و زیبایی اوست. و گفتن زکات ظاهر انفاق مال است به رضای خداوند. زکات هم باز ظاهر است و باطن است. دیگران فقط از روزه ظاهری، از نماز ظاهری و از زکات ظاهری سخن گفتند. ما در همه این موارد گفته ایم که نماز باطنی چگونه است، روزه باطنی، و اکنون از زکات باطنی سخن میگوید. زکات معنی انفاق دل روح است برای خدای تعالی. اگر ما میخواهیم وجودمان زکات دارد دیگر، خدا داده است، خب یک دهمش رو بدهید. یک دهم آن چه میشود؟ زکاتی که خداوند برای عرفا مقرر کرده است، دل و روح است. دل رو باید به خدا بدهیم، روحمون رو به او بسپاریم، این زکات ما. و طلب قرب مولا، و به وسیله این زکات طلب قرب بکنیم. کسی که کشاورزی که می آید گندم خود رو به زکات می دهد و می گوید قربتن الالله، به خاطر نزدیکی به خدا من این رو دادم، می گوید خب تو چه می خواهی بدهی؟ این هم می گوید من دلم رو زکات می دهم، روحم رو زکات به خدا می دهم. برای چی؟ برای اینکه طلب مهر و محبت او رو بکنم. کما اشار المولوی قدس سره، جوشش و افزونی زر در زکات، اسمت از فحشا و منکر در صلات. میگه حتی این زکاتی که وجود دارد، زکات جوشش و افزونی میدهد. کسانی که زکات، البته الان معلصف این سنت عظیم و این امر بسیار مهم فراموش شده است، به خاطر همین اینقدر بی برکت شده است و بی اضافه هست. تمامی این محصولاتی که هست، همه محصولات خراب می شود و به جایی نمی رسد، از آن است که طبق روایات که زکات داده نمی شود، حتی زکات ظاهری، چون که در اموال ما حق للسائل والمحروم وجود دارد، حقی برای بیچارگان وجود دارد. جوشش و افزونی زر در زکات، وقتی زکات بدهی این جوشش و افزونی دارد، بیشتر می شود. اسمت از فحشا و منکر در صلات، در نماز هم فحشا و منکر، نماز انسان رو از فحشا و منکر باز می دارد. خب حالا یکی می خواند نماز رو بر جای می آورد، می گوید که چرا مرا از فحشا و منکر باز نداشت، یا عده‌ای می گویند چرا اینها رو از فحشا و منکر باز نداشت. دو معنی میتواند داشته باشد، یکی این که نماز اینان نماز نیست که باز نمیدارد، و دو
دومی که من به این اعتقاد دارم این است که اگر این شخص هر نمازی بخواند، هر نمازی با ریا، هر جور نمازی که بخواند از فحشا و منکر نگه می دارد، چون این اثر وضعی است، اثر شرعی نیست، اثر وضعی و عام است در جهان. اما ببینید اگر این نماز نمی خواند چه می شد؟ اگر این کار رو انجام نمی داد چه می شد؟ نه اینکه این الان نماز می خواند آدم بدی است، پس چگونه است؟ اگر این نماز نخواند از این که هست بدتر خواهد شد. نماز به نسبتی که دارد او رو بهتر می کند. نماز کلا انسان رو بهتر می کند، روزه انسان رو بهتر می کند. این اثر وضعیشه. همچنان که ما مثلا آب می خوریم و سیراب می شویم، اثر وضعیش. حالا من این آب رو با ریا بخورم یا مثلا به زور بخورم، هر چه باشد، به هر حال او مرا سیراب خواهد کرد، مهم نیست چه خواهد بود. نماز هم همچنین است. نماز، دعا همچنین است که اثر وضعی دارد، نه اثر شرعی خاصی که ما بخواهیم. ابتداعا اثر وضعی دارد و کسی که نماز میخواند، چون قرآن دستور فرمود و فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء، حرف قرآن رد و توجیه هم ندارد، حتما نماز از فحشا و منکر نگه می‌دارد، اینو هیچ شک نکنید. ولی اگر می‌بینیم عده‌ای هستن که فحشا و منکر هم دارن، نماز هم می‌خوانند، بدانید که اگر نمی‌خواندند چه می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد. به هر حال او در حد خود، در حد وضعی خود نگهداری می‌کند. مال آن زکاتت کیسه آن را پاسبان. این زکاتی که داشتی توی کیسه قرار داده‌ای و او رو در جای مخفی کرده‌ای یا بسته‌ای در صندوقی گذاشته ای، آن چیه؟ نگهبان و پاسبان آن زکات تو هست. وان صلاتت هم ز گرگانت شبان، آن نمازی هم که میخوانی از گرگان و دد و دام و درن و سون خواهد داشت. و شبان رحمت کرد ما ایسار اگر صد زندگی و تلف دارن مال از مال کم می شود. وقتی کم شد بدان که در درون صد زندگی آید خلف، به دنبال او صد زندگی پدید خواهد آمد. خود که یابد این چنین بازار را، که به یک گل می خری گلزار را. میگه چه کسی چنین بازاری رو دارد که با یک گل میدهی و یک گلزار و یک گلستان رو میخری؟ در اینجا یک دهم میدهی و صد برابر او رو میگیری. دانه ای را صد درختستان عوض، حبه ای را میدهد صد کان عوض. خب میگه دانه ای که صد درخته، دانه ای را صد درختستان عوض. یک دانه چیه؟ یک دانه بدهی صد درخت به عوض آن خواهند داد. حبه باز دانه، دانه‌ای که میدهی صد تا کان و صد تا مخزن و منبع و گنج به تو خواهند داد. کان لله دادن آن حبه است، تا که کان الله له آید به دست. آیه که من کان لله، کان الله له، روایت قدسی حدیث میگوید من کان لله، هر کس برای خدا باشد کان الله له، خدا هم برای او خواهد بود. هر کس مال خدا باشد خدا هم مال او خواهد بود. خیلی زیباست که انسانی خود رو بدهد و به جایش خدا را بگیرد. این خیلی تجارتون مربحه، تجارت بسیار سوداوری است که انسان یک چیز رخیص مانند وجود خود رو بدهد و در عوضش خداوند عالمین و جهانیان رو بگیرد. و این خیلی سودای زیبایی است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند از انسانها میگیرد وجودشان را، چرا که جنت مال آنهاست. حضرت علی فرمایش خیلی زیبایی دارد، می فرماید الا لیس انفسکم
ثمنن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. حضرت می فرماید که ای مردم آگاه باشید، برای شما قیمت، برای وجود شما، برای خودتان قیمتی نیست مگر بهشت. فلا تبیعوها الا بها، پس به پایین تر از بهشت خودتون رو نفروشید. همه چیز قیمت دارد، همه قابل خرید و فروشند، همه رو و همه چیز را می توان خرید و فروخت، فقط قیمت ها فرق می کنند. این که می گویند فلان کس رو نمی توان خرید، نه، همه قابل خرید و فروخت، همه رو می شود خرید، اما قیمت ها تفاوت می کنند. کسی که آمد و خود رو فروخت، پایین ترین سقفش این است که به بهشت خود رو فروخته است. کف مطلب این است که به بهشت بفروشد. سقف کجاست؟ خودش رو به خدا بفروشد. بالاترین تجارتی که وجود دارد، کمترینش این است که اگر میخواهی انسان خود رو بفروشی، به بهشت بفروش، به پایین تر از بهشت نفروش. و بالاتر بخواهی که خیلی بیشتر از آن میارزی، بیشتر از بهشت میارزی، بهشت به پای تو خواهد افتاد. چیست آن؟ این است که خودت رو با خداوند معامله و معاوضه کنی. من کان لله، هر کس برای خدا باشد، مال خدا باشد، کان الله له، خدا مال اوست. کان لله دادن آن حبه است. وقتی آن حبه رو میدهی، یعنی تو برای خدا شدی، تو به خاطر خدا از گندمت میگذری، از دارایی هایت میگذری، تا که کان الله له آید به دست، آن وقت خدا مال تو خواهد بود که همه گنج ها در دست اوست. الله الله، زود بفروش و بخر، قطره ای ده بحر پرگوهر ببر. مراقب باش، الله الله، تو را به خدا، تو را به خدا. یا این بالله بوده، یعنی اینکه قسم به خدا، تو را به خدا، زود باش. یکی همین هست که یک حالت استدراکی دارد، بگیم الله الله، به خاطر خدا، به خاطر خدا، زود بفروش و بخر، قطره ای ده بحر پرگوهر ببر. یک قطره بدهی، یک دریای پرگوهر رو میگیری. الله الله، هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. میگه که هیچ تأخیر نکن، سریتر بده و سریتر بگیر. تا این بازار عاشقی برپا هست، تا این بازار هست و این بازار به اتمام نرسیده است، بده و بخر آنچه را که میخواهی. از فتوت بخشش بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. میگه فتوت بخشش بی علت میکند. فتیان رو گفتن، فتیان یعنی جوان مردان، گروهی از صوفیه بودن، گروهی از عرفا که به اهل فتوت و فتیان مشهورن و همه البته از آنها مطلع هستید. شعار فتیان و شعار فتوت چیست؟ شعار فتوت بخشش بی علت است، کمک بدون دلیل است. میگوید اگر انسان بخواهد مردانگی کند، فتوت به خرج دهد، خیلی انسان بزرگی باشد، چه باید بکند؟ باید بدون دلیل ببخشد، چون همه با دلیل میبخشند، فتوت نیازی نیست. همه ما دلیلی داشته باشیم به کسی چیزی ببخشیم، میبخشیم. بخشش آن است که بی علت باشد. مثلا انسان به دشمن خود ببخشد، انسان به کسی که با او معارضه دارد خوبی کند، وگرنه همه به کسی که خوب است و خوبی او رو میخواهد همه به او خوبی میکنند. این کاری نیست. مهم آن است که انسان به کسی که به او بدی کرده است خوبی کند، آن وقت است که این فتوت است. اگر همه به کسانی که به او خوبی میکنن سعی میکنن خوبی کنن، این که هنر نیست. هنر آن است به کسی که بد تو رو گفته خوب بگویی. کسی که در ایام بسیار بد تو پشت پا زد و تو رو پایین انداخت، به همون آدم وقتی افتاده است دستش را بگیری و به او توجه کنی. یادت هست که فلان وقت فلان چیز رو گفتی؟ اصلا یاداوری هم نکن. یکی از امور فتوت این بوده است که اینها از معذرت خواهی هم عدول می کردن، اجازه نمی دادن که کسی بیاید و معذرت بخواهد از این.
حتی از عذرخواهی جلوگیری میکردن، طوری رفتار میکردن که طرف حتی عذرخواهی هم نکند. گفتن که آن ذل و آن ذلیل بودنی که در عذرخواهی در فرد هست من نمیخواهم ببینم. امام موسی کاظم علیه السلام مشهور است که وقتی به دیگران پول میداده است از پس پرده میداده. گفتن چرا از پس پرده میدهی؟ گفت اولا من نمیشناسم، او فردا که مرا ببیند در جلوی من شرمنده نخواهد شد که من اینقدر به او پول دادم. دوم این که من نمیخواهم در چشمان او ذلت نیاز رو ببینم. من میبخشم به خاطر خداوند، نمیخواهم بدانم او کیست و نمیخواهم در چشمانش ببینم. ما هم یک برها بخواهیم یک چیزی بیندازیم، خلاصه این ورمور یه نگاهی که همه ملاحظه بفرمایید، صلوات میل داریم، آقا حاج آقا صد هزار تومن بیم پول داد، یه صلوات قدرا بفرستید، این هم صلوات قدرا برای صد هزار تومن پولی که داده است. خب اینها واقعا انسانها رو به مسیر غلطی خواهد کشان. از فتوت بخشش بی علت است، پاکبازی خارج هر ملت است. پاکبازی یعنی کاملا به بازی، هر چی که داری به بازی، پاک و تمام به بازی، هیچی برای خود نگه نداری. پاکبازی خارج هر ملت است. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. بعد یه باز فراتر می رود مولانا، لایه به لایه ما رو به اوج میبرد، به عرش میبرد، میگوید اگر نان بدهی به کسی به تو نان خواهند داد، اگر به کسی کمک کنی به تو کمک خواهند کرد. شما امتحان کنید یک جایی به یک کسی که هیچ انتظار کمک نداشته از کمک بکنید، نمیشناسید، غریبه است، به او کمک کنید. اگر یک جای دیگری شما غریبه نبودید و یک نفر مثل فرشته بر شما نازل نشد و به شما کمک نکرد، آن وقت هر چه خواستید بفرمایید. بلافاصله این قانون طبیعته و مشهور است که میگن که خداوند زیر قرض نمیماند، خدا دارا هست. اگه به کسی بدهی او زیر قرض تو نخواهد ماند، چون میدهد. و من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له، کیست که به کسی قرض حسنه ای بدهد فیضاعف له، ما اضافه کنیم، چند برابر بکنیم. خدا زیر دین و زیر قرض نمیماند. به خدا قرض دهید او برخواهد گردان، مطمئن باشید برخواهد گردان. و وقتی که ما دادیم میگوید اگر نان بدهی برمیگرداند، حال جان بدهی چه میکند؟ اگر شما نانی دارید میدهید، او چه میدهد به شما؟ معادل آن و چند برابر آن نان میدهد. اگر شما جان بدهید او چه دارد؟ او هم جان خواهد داد، خود رو خواهد. شما من رو بدهید او هم منش رو خواهد داد به شما. شما عنه مجازی رو بدهید او عنه حقیقی رو به شما خواهد داد. و چه تجارتی زیباتر از این؟ نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. گر بریزد برگهای این چنار، برگ بی برگیش بخشد کردگار. این چناری باشد برگهاش همش بریزد، ولی یک برگی هست که برگ بی برگیست، برگیست که دیگر افراد معمولی او رو نمی بینند، کسان دیگری می توانند آن برگ بی برگی رو ببینند. گر نماند از جود در دست تو مال، کی کند لطف الهت پای ما. تو جود کردی، بخشیدی، هیچی برای تو باقی نماند، لطف الهی هرگز تو رو پای مال نخواهد کرد. لب ببند و کف پرزر برگشا، یعنی منت نزن. لب بستن یعنی منت نزن. ما کار خوبی که میکنیم منت میگذاریم به اثرم. نداشتم ها، از یه جایی، از یه دوستی، خلاصه به زحمت برای تو گیر آوردم، فقط به خاطر تو هزار تا حرف میزنه تا اینکه آخرش مثلا یه پودی به شخصی بدهد. بی توقع بده،
لب ببند و کف پرزر برگشاوی، بخل تن بگذار و پیش آور سخای. میگه بخلی که از مال تنه، جان بخیل نیست، آنچه بخیل است تن است و بدن ما هست. پیش آور سخا، سخاوت رو پیش آور، ترک شهوت ها و لذت ها سخا. خب میخواهید بدهی شهوت ها و لذت ها رو بده، ببین در عوض چه به تو خواهد داد. هر که در شهوت فرو شد بر نخواست، هر کسی که در شهوت داخل شد او هرگز بر نخواهد خواست. و السلام علیکم و رحمت.